شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن همراه ما هستن. وقتتون بخیر خانم برادوس. چالش های احیاء رابطه سوریه و ترکیه چیه با توجه به اینکه میدونیم بسیاری از کشورهای عربی و کشورهای جهان به دنبال تسریع احیاء روابط با سوریه هستند، مخصوصا در بحث بازسازی این کشور جنگ زده؟ چیزی که الان در مورد روابط بین یا نشستی که احتمالش وجود داره بین سوریه و ترکیه داریم برمیگرده به تلاشایی که دولت عراق شیاسلونی انجام داده، گفتگوها، یعنی صحبتایی که صورت گرفته بود پشت پرده در مورد اینکه چطور میتونه عراق نقش بازی کنه در اینکه این دو کشور رو به میز مذاکره بکشونه. چیزی بود که اولین بار ماهای قبلی شنیدیم در مورد اینکه احتمال وجود داره. و عراق که اینجا به نظر من نقش خیلی جالبی میخواد بازی کنه، چون که با توجه به سابقه‌ای که داشت در نشست بین عربستان و ایران دوباره میخواد چه نقش رو بازی کنه. حالا با کمک چین بود که توافق ایران و عربستان صورت گرفت. حالا چیزی که الان هست میخواد بازی کنه بین رابطه‌ای که بین ترکیه و سوریه بذاره، مثلا شیعه سودانی سفری که به سوریه داشت، میدونیم که اولین نخست وزیر عراق از 2011 به سوریه سفر کرد و رابطه بهتری هم با اسد داره، یا رئیس هشت شعبی فاتح فیاض با رابطه نزدیک که با بشار اسد داره رفتن، و حتی رابطه که هشت شعبی هم با ترکیه داره رابطه بهتر شده. و چیزی که الان تغییراتی که در سخنان بشار اسد داره میبینیم، یا وزیر دفاعش یا وزیر خارجش که سفیرش که در عراق شنیدیم، چیز جدیدی به نظر من اینجا وجود داره. و اینکه قبلا بشار اسد میگفت یک پیش شرط داشت، پیش شرطش این بود که برای آغاز هر گفتگوهایی با ترکیه باید تمام نیروهای ترکیه از سوریه خارج بشن، ولی الان این پیش شرط رو تقریبا ما نمیشنیم. و چیزی که میبینیم اینه که خب همونطور که در گزارشتون بودی که مبنا یا موضوعی که در این جلسات هست چگونه خواهد بود، یعنی خود بشار اسد میگه ما مشکلی با نشست نداریم، و اینکه نشست در کدام کشور خواهد بود، اینکه قرار بوده خب نشست در عراق صورت بگیره، چیزی که روسیه مخالفشه. مخالف اینه که عراق بیاد نقش بازی کنه، چون که روسیه میدونه اگر عراق بشه جایی که این کشور با هم نشست داشته باشن، نقش روسیه‌ای که سعی کرده در 2022-2023 دو تا کشور رو، وزیران دفاع این دو تا کشور رو روی میز گفتگو بیاره، نقشش کم رنگ تر میشه. و یکی از موضوعاتی که الان هست اینه که روسیه نمیخواد عراق نقشی بازی کنه. برای همین هم هست که دیدیم که اردوغان داره میگه اگر کشور دیگری بود و ما دعوت میکنیم بشار اسد، یعنی یه پیامی داره به روسیه میرسونه که ما بدون شما چه نشستی رو نخواهیم داشت. و در مورد اینکه برادوس ببخشید، به واکنش روسیه، عراق، ایران و عربستان اشاره کردین، نظرتون در مورد آمریکا چیه؟ به نظر نمیرسه از احیای رابطه ترکیه و سوریه حمایت بکنه. نه، حمایت نمیکنه. اینو علنا هم اعلام کردن. دلیلش برمیگرده که هر نشستی بین دو تا کشور صورت بگیره، همونطور که گفتم روسیه میخواد نقش بازی کنه، ایران میخواد نقش بازی کنه. وقتی که میگیم عراق میخواد نقش بازی کنه، غیر مستقیم دارم میگم که جمهوری اسلامی میخواد که چنین نشستی صورت بگیره. و چیزی که آمریکا نمیخواد اینه که آمریکایی که الان قسمتی شده از آینده سوریه، چه تصمیمی برای سوریه خواهد گرفت. الان آمریکا یکی از اکترهای مهم اینجا و مخصوصا با همکاری‌های یا حمایتی که از کردها در سوریه داره، در رشاوا داره، آمریکا شده تونسته نقش رو بازی کنه که هر تصمیم برای آینده سوریه گرفته بشه باید تصمیم آمریکا پشت این موضوع باشه. یعنی فقط این نیست که کشورها، مثلا دولت عربی، بتونن راحت از بشار اسد دعوت کنن که بیاد در نشست کشورهای عربی بشینه. سوریه برای آمریکا نه تنها موضوعی که نقش بازی کنه در آینده سوریه، بعد از جنگ غزه هم موضوع سوریه متفاوته. ممکنه قبل از جنگ غزه خود ما در واشنگتن راپورت‌ها، خبرهایی رو می‌شنیدیم که ممکنه چه بایدن چه ترامپ بخوان نیروهای آمریکایی رو از سوریه خارج کنه، ولی بعد از جنگ غزه و خطر امنیتی که برای حضور نیروهای جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حزب اللهی که در سوریه قدرت گرفته، و اینکه قدرت نداشتن بشار اسد باعث شده که امنیت اسرائیل به خطر بیفته و جنگ غزه وضعیت هست، برای همین برای آمریکا خروج از سوریه خیلی سخت شده و هر تصمیمی باید با در نظر گرفتن. حالا یکی از موردهایی هم که اضافه کنم و آخرین مورد باشه اینه که وجود کمپ سپاس خانم برادوس. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن.